بسم الله الرحمن الرحیم. من عرفکم فقد عرف الله و من جهلکم فقد جهل الله. یکی از شؤونی که برای ائمه علیهم السلام در روایات ما در معارف قرآن بیان شده و بسیار هم روش تأکید شده و از علائم امام هست، علم و آگاهی امام علیه السلام هست. در معارف اهل بیت علیهم السلام از علوم ائمه علیهم السلام به اشکال مختلفی صحبت شده. گاهی ملاحظه فرمودن که اسم اعظم 72 اسم هست، یا علوم الهی که خدای متعال به مخلوقات داده 72 اسم هست، که حالا انبیا از این علوم برخوردار بودند. 72 حرف نزد ائمه علیهم السلام است، جز یک حرف که اون علم به تعبیر روایت مستأثر علم مختص به خدای متعال هست. وقت گاهی وقتی میخوان این علم رو توضیح بدن که مثلا چجوری بوده اون علم، ملاحظه فرمودید توضیح دادن به این آیه شریفه، فرمودن که این آیه شریفه در سوره مبارکه رعد است. ملاحظه فرمودید آیه آخر سوره رعد، خدای متعال به پیامبر گرامی میفرماید که پیغمبر ما کفار یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگن شما رسالت ندارید. شما میدونید این خیلی مهمه، اگه کسی از طرف خدا رسول نباشد هیچ کاری نمیتونه تو این عالم بکنه، باید رسول باشه، باید از طرف او باشه، باید یه سرمایهی بهش بدن با حرف و حدیث که نمیشه صفها رو از هم جدا کرد. همه مدعی هم. دیدید سوره بینه رو، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. صفا که از هم جدا نمیشه تا بینه بیاد. بینه چیه؟ بینه استدلال کتاب فلسفی است، نه رسول من الله. او بینه خداست، بینه امیر المؤمنینه. یتلو علیهم صحفا مطهره فیها کتب قیمه، باید رسول باشه. کفار میگن تو رسول نیستی، خودت دیدید مثل کفار این دوران هم همینطوره، میگن نابغه بودن انبیا، نبوغ که کار ازش نمیاد، از اون ور یه مأموریتی داره رسول، تا اون مأموریت نباشه نمیشه کار بکنه. این حدیث نورانی در خاطرتون هست، کسی آمد محضر امام صادق، از غلامی بود از مولای خودش فرار کرده بود، به حضرت عرض کرد آقا تصمیم گرفتی منو به قتل برسونه. حضرت فرمودن نگران نبود، بگو امام صادق فرمودن که از من بگذر. میرفت برمیگشت بره، تو راه به یه کسی برخورد کرد، اهل علوم باطنی بود، یه نگاهی بهش کرد کجا میری، برگرد من هرچه نگاه میکنم همه اعضا و جواره تو میگه به طرف مرگ میری، هرچی نگاه میکنم همه اخبار میدن که این داره میره به سمت مرگ خودش. حالا زبانتو ببینم، یه نگاهی کرد گفت نه برو خیالت راحت باشه، یه مأموریتی به این زبان دادن به کوه بزنه، کوه متلاشی میکن راحت میکنه. خودش هرچی میخواد بگه فایده نداره، ولی وقتی امام صادق او رو میفرستن این معنی داره، کار ازش میاد. حالا داستانشو دارید، برگشت و وقتی رسید مولاش گفت بیارید بساط رو، میخواستن کارو تمام کنن، گفت باید نداره، فقط امام صادق یه پیغام داده من بگم. سلام رسوندن فرمودن منو ببخش، گفت خود امام جعفر صادق حضرت اینجا، گفت بله، فرمود بخشیدمت آزادت کردم. ببینید حرف اینه، رسول من الله، اگه رسول نباشه کاری نمیتونه بکنه، راه انداختن مردم به سمت بهشت بردن، از منجلاب جهنم، از عیش زنگ دنیا، از شرک، از بت‌پرستی، از اسارت اسباب نجات دادن، موحد کردن مردم، باید رسولی باشه، باید صحفی داشته باشه،
همینطوری که نمیشه کار بکنی. کفار میگن پیغمبر خدا تو رسول نیستی. بله آدم خوبیه، مصلحه، دیدید؟ مصلح اجتماعی. مصلح اجتماعی چی؟ رسول من الله. میگن تو فرستاده نیستی. بگو من رسولم، دو تا شاهدم دارم، همین دو تا شاهد برا من کافیه. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. من دو تا شاهد دارم، این کافیه برا من، کار من با این دو تا شاهد تمام میشه. یکی رسول، یکی خود خدای متعال، که من عنده علم الکتاب، اون کسی که همه علم الکتاب پیش اوست، شاگرده، شاهد منه. دیدید؟ میدونید به حسب ظاهر تو این ملک امیرالمومنین علمشون رو از نبی اکرم گرفتن، تو روایت دیدید، به حسب ظاهر. باطنن هم شاید تو این عالم اینجوریست، تو عوالم قبلی سخن دیگریست. انا و علیم من شجرت واحده، من و امیرالمومنین یک نور بودیم تا صلب عبدالمطلب. تو این عالم که میان اینجوری میشه. فرمود، این روایت در کافی به نظرم هست، به حضرت عرض کرد که میخوام یه سوالی کنم، غریبه در مجلس نیست. حضرت فرمودن نه. ببینید چه فضایی بوده. حضرت عرض کرد آقا این که درسته میگن در لحظه رحلت و شهادت وجود مقدس نبی اکرم، حضرت بابی از علم رو به روی امیرالمؤمنین گشودن که از او هزار باب گشوده میشود. حضرت فرمودن یک باب نبود، هزار باب بود که از هر باب هزار باب گشوده میشد. عنایت فرمودین. حتی این حدیث ادامه داره، به حضرت عرض کرد عجب، پس علم امام اینه. حضرت فرمودن این هست ولی این که مهم نیست. گویا علم امام، علم مثلا به عرض کنم صحف، فرمود اینم هست، اینم مهم نیست. علم جفر و جامعه هست، فرمود اینم مهم نیست. علم امام چیز دیگری است، فوق این حرفاست. بعد حضرت فرمودن اون علم مستزادی است که دائما لحظه به لحظه از طرف خدا به امام میرسه، اون چیز دیگری است. علی ای حال بگو که من شاهد من بر این که من رسولم، اون کسی است که عالم به کل کتابه. وقتی همچین کسی وصی من است، این مسئله این نیست که حالا کسی بیاد و نابغه باشه و چهار تا کلمه یاد بگیره قصد اصلاح اجتماعی داشته، اصلا اینجوری نیست. یه بیانی دارن امیرالمومنین علیه السلام به کمیل در تحف العقول نقل کرده، در اواخرش اونجا مطلبی داره که حضرت میگن اگر رسولی نباشه، امامی از طرف خدا نباشه، کسی حق داره خودش کمیل بیاد وسط که مردم رو دستشون رو بگیره. بعد حضرت فرمودن اصلا اینجوری نیست، به هیچ وجه حق نداره. تو یه چیزی به آدم ندن که نمیشه کاری بکنی که. اون کسی که هادی مردمه، چراغ راه مردمه، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن، ارسلناک، ما فرستادیم اینا رو بهت دادیم، شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیرا. تا خدا یه چراغی تو وجود پیغمبر روشن نکنه که نمیشه مردم راهبری بکنه. حالا آیه رو برای این خوندم که و من عنده علم الکتاب، اون کسی که علم الکتاب نزد اوست، شاهد رسالت من. این تعبیر در ذهن مبارکتون هست که امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه می‌فرمایند من در غار حرا بودم وقتی حضرت مبعوث شد، سمعت رنت الشیطان، صدای ناله شیطان رو شنیدم. عرض کردم یا رسول الله این چیه؟ حضرت فرمودند این صدای ناله شیطان. از وقتی من مبعوث شدم دیگه مأیوس شد که کسی او را عبادت کند، چون میدونید ما دو عبادت بیشتر نداریم دیگه، همه کارهای ما همین جوریه، هر کاری تو عالم انجام خوردمون، خوراکمون، خوابمون، دل بستنامون، دل کندنامون، خشممون، غضبمون، محبتامون، از دو حال خارج نیست، یا عبادت شیطان یا عبادت خدای متعال. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی
هذا صراط مستقیم. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا. عبرت نمیگیرید؟ همه کارهای ما یا عبادت شیطانه یا عبادت خداست. حضرت فرمود از وقتی من مبعوث شدم دیگه مایوس شد که معبود باشد. فهمید مسیر عالم به سمت توحید میره. وقتی من آمدم همه رو موحد میکنم. حضرت فرمود نیست ناله شیطان بود. بعد فرمود علی جان انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. هرچه من میبینم میبینی. هرچه من میشنوم میشنوی. فقط پیغمبر نیستی. عنایت فرموده. فرمود شاهد رسالت من. اون که رسالت منو میبینه شاهده. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. شاهد وقتی میخواد شهادت بده که خودش باید ببینه که تو نبینه که نمیتونی شهادت بده که. او شاهد بر رسالت نبی اکرمه. کی شاهده؟ اون کسی که من اندهو علم کتاب. که ذیل این آیه روایات متعددی است. من یکی دوتاشو سریع عرض بکنم. یکی اشتباه هر دارم. یکی رو در کافی نقل کرده از صدیر. میگه محضر امام صادق بودیم. حضرت از اندرونی آمدن. حالا ببینید فضا چه فضایی بوده. فرمودن مردم میگن ما علم غیب داریم. من دنباله نمیدونم کنیز خودم میگشتم. کار داشتم پیداش نکردم. مجلس خصوصی شد عرض کردیم. آقا ما که راجع به شما خیلی بیش از این حرفا قائلیم. این که حضرت فرمودن صدیر ببینید فرق حرف زدن امام رو تو دوتا شرایط. گفتن صدیر قرآن خوندید؟ خدای متعال میفهمد قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. ظاهرن آصف ابن برخیاس به سلیمان وقتی سلیمان فرمود کی تخت بلقیس رو از یمن تا شام قبل از اینکه خودش بیاد حاضر میکنه که به تعبیر قرآن ولهو عرشون ولها عرشون عظیم. خیلی کرسی و تخت با عظمتی داشت. اینجا میفرمد اون کسی که علمی از کتاب رو داشت و حضرت سلیمان عرض کرد که قبل از اینکه چشم به هم بزنید من تخت حاضر میکنم. حضرت فرمودن میدونی کی بود چقدر علم کتاب داشت؟ عرض کرد نفرمود به اندازه یه قطره از دریا. در بعضی تعابیر داره به اندازه یه پرندهی که منقارش رو به دریا میزنه اینقدر علم کتاب داشت. حالا ازش تعبیر شده گاهی به اسم اعظم. بعد در روایات متعدد آمده که از این اسم اعظم استفاده کرد در کمتر از یه چشم به هم زدن زمین رو فرو برد جمع کرد تخت رو گرفت زمین رو برگردون سر جای خودش. اینا که میگن برای اینکه درکی از علم امام پیدا بشه و الا اینا که نیست که. بعد حضرت فرمودن که به صدیر والله علم الکتاب کلهو اندنا. همه اون علم نزد ماست. لذا در روایت داره باز در کافیس این حدیث امام صادق علیه السلام به اصحابشون فرمودن من اون چه در آسمان هاست میدانم، اون چه در عرضین هست میدانم، اون چه در بین آسمان ها و زمین هاست، اون چه بوده اون چه خواهد بود. تعجب کردن. خب خیلی پیداست بعضیشون اهل نبودن. حضرت فرمودن که تعجب نداره، بیان خدای متعال. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. پیغمبر ما این کتابی که بر تو نازل کردیم همه حقایق به وضوح درش هست. منتها مهم اینه که علم الکتاب نزد کیست. و من عنده علم الکتاب. کل علم الکتاب فرمود نزد ماست. وقت در روایت یه روایت دیگری است. من این رو در تفسیر برهان در خاطرم است. دیدم یادم نیست مصدر اولیش کجا بود. سلمان به امیرالمومنین عرض کرد آقا این من اندهو علم الکتاب کیه که شاهد نبوت پیغمبره، شاهد رسالت پیغمبره. حضرت فرمود من هستم. بعد فرمود حضرت از خدای متعال یه وسیلهی خاص بین او و امتش.
که مردم به وسیله او به پیغمبر برسند. به پیغمبر رسیدن که دست کی به عرش پیغمبر میرسه؟ وسیله میخواد، وسیله‌ای باشد بین امتش و خدا. و ابتغوا الیه الوسیله، وسیله بین ما و خدا. ما میخوایم این بالا پشت ما، میخوایم وسیلهش نردبانه. وقتی میخوایم عروج کنیم به سمت خدا، بریم تا فوق عرش، این وسیلهش کیه؟ وسیله بین ما و خدا. و ابتغوا الیه الوسیله، این که دیگه نردبان و پلکان و فلان دانشمند و فلان نابغه و فلان سیاستمدار نیست که. اون بعد کسی باشه که من اندهو علم همه اسرار توحید دستش باشه، اون میتونه وسیله بشه ما رو در مقامات قرب پیش ببره. امیرالمومنین افشین کسی است. و من اندهو علم الکتاب، یه زاویه از علم امامه که در روایات هم توضیح داده شده و نکته مهمی هم است، با بیانهای مختلفی هم گاهی همین علم توضیح داده شده که امام نزدش علم الکتابه. این تعبیر در یادم نیست، به نظرم در کافی بود، فرمود امام صادق فرمودن ولدنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله، من بچه فرزند پیغمبرم. البته پیداست اون فرزندی فرزندی باطنیست دیگه، همونه که میگید السلام علیکه یا ابا عبدالله. تمام عباد الله فرزند حضرت، با ابوت حضرت بندگان خدا عبادت میکنن، همه دست پرورده های دامن سید و شهدا هستن، عباد الله. اینجا هم همونطوریست، ولدنی رسول الله، من فرزند پیغمبرم و انا اعلم و کتاب الله، عالم به کتاب الله. این فرزندی همه علم الکتابی که نزد وجود مقدس نبی اکرم منتقل میکنه، و انا اعلم و کتاب الله. بعد فرمود گذشته رو میدانم، آینده رو میدانم، سماوات و ارض رو میدونم، بهشت و جهنم رو میدانم، گویا به کف دست خودم دارم نگاه میکنم. اینجوری این یک گوشه از علم امامه که امام علم الکتاب داره. حملت و کتاب الله در زیارت جامعه کبیره میخونیم، حملت و کتاب الله، حمل این کتاب، تحمل این کتاب کار آسونی نیست. حالا از این گاهی با تعابیر مختلفی پرده برداری شده که امام در نزدش علم الکتابه. این حدیث در کافی شریف هست، به امام صادق عرض کرد آقا شما علومتون از کجاست؟ به حضرت گاهی متعددم است که واقعا شما نشستید توی فضای دربسته، این همه در و دیوار و حجاب و چطور اون ور عالم رو میبینید مثل کف دست خودتون؟ حضرت فرمود در ما روح القدس هست، روح القدس در ماست. در روایات دیدید در انبیا، در سابقون، از سابقون از سابقون، فرمود اینا رسول الله هستن، 5 تا روح درشون هست، که یکیش روح القدسه، که روح القدس لا یلهو و لا یزهو و لا یقفل و لا ینام، نمیخوابد، نه غفلت میکند، نه اشتباه میکنه. فرمود این در انبیاست، این در ما هست. وقت اصل روح القدس در امامه، شعاعش در انبیاست. چون در روایت دیدید سابقون هم روایت در رجال کشیست که امام صادق علیه السلام بعضی اصحابشون رو نام بردن، زراره، محمد ابن مسلم، ابابصیر، مؤمن الطاق، فرمودن اینا از سابقون الینا، این از سابقون از سابقون، کسی که سبقت به سمت امام میگیره این از سابقون از سابقون. چون میدونید سبقت به سمت امام سبقت به سمت خداست دیگه، در حرکت به سمت امام بعضی از سابقون از سابقون اولئک المقربون، این سبقت به سمت امامه. البته در ائمه سبقت به سمت خداست، اونا نه کسی قبلشون نه کسی بعدشون نمیتونه به اون مقام برسه، جا پای اونا نمیتونه بذاره. لا یطمع فیها تامع، اون هیچ کسی تو اون وادی طمع هم نمیتونه بکنه، دستا به اونجا نمیرسه. فرمود امام مثل خورشیدی است که طلوع کرده
نه چشمی او رو شکار میکند نه دستی بهش میرسه. سابقون از سابقون علل امامن از سابقون از سابقون انبیا هستن، اینا درشون روح القدس هست، اصلش در امامه. وقت این رو حضرت توی حدیث دیگهی با یه لطافتی بیان کردن و حضرت گفت آقا علم شما از کجاست؟ علم شما از کجاست؟ کتاب دارید، استاد دارید، بقیه بی خبرن، جبریل به شما تعلیم میکنه، کتبی در اختیار شماست، میخوانید، ما نداریم. حضرت فرمود خیلی از اینا مسئله مهمتره، الامر اعظم و اوجب، همه اینا هست. امام محدثه، ملک با او صحبت میکند، ولی این که علم امام نیست که. امام کتاب جفر و جامعه داره، صحیفه فاطمیه داره، اینا هست. همه صحف انبیا نزد امامه. اندکم ما نزلت بهی رسله و حبتت بهی ملائکته، هر چی ملائکه آوردن و رسول نزد امامه، اینا هست. فرمودن ولی مسئله این نیست. بعد حضرت فرمودن قرآن خوندید؟ خدای متعال به پیامبر گرامی میفرماید پیغمبر ما کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما با شما تکلم کردیم، با شما صحبت کردیم، صحبتمون هم از جنس وحی بود، واسطه ای در کار نبود، من وراء حجاب نبود. اوحینا الیک، کلمه‌ای که به شما القا کردیم چی بود؟ وحی چی بود؟ کلمه‌ای که القا شد روحا من امرنا، کلمه روح بود. ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان، اگر این وحی به شما نمی‌شد، مقامات ایمان و حقایق کتاب در اختیار شما نبود. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، این روحی که بر شما نازل کردیم، این وحیی که به شما شد، اینو ما یه چراغ پرفروغی تو وجود شما قرار دادیم. همه عباد الله با این چراغ هدایت میشن. هر کی بخوایم هدایت کنیم، یه شعاعی از این چراغ وجود شما جلو پاش روشن میکنیم، با این نور حرکت میکنه. لذا در روایات ببینید فرمود امام وقتی به امامت میرسد، بین او و خدای متعال یه عمودی از نور قرار داده می شود. اون چیست؟ بعضی گفتن همین کلمه روحه که اسرار عالم رو، باطن عالم رو، باطن آدم ها رو تو اون می بیند. امام اینجوری دیگه، شهدا و دارل فنا. به امام رضا عبدالله ابن عبان زیات نقل کرد در کافیس، کتاب شریف کافی، آقا منو دعا کنید، ایال ما اهل بیت ما رو دعا کنید. حضرت فرمود خیال میکنید ما دعاتون نمیکنیم، ما همیشه ناظر به شما هستیم، میبینیم احوال شما رو. تعجب کرد، گفت آقا اینجوریه؟ حضرت فرمودن قرآن مگه نخوندی؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمن، هر کاری میکنید خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنون میبینند. تازه اون بعد العمله، اون یه رؤیت خاصی است که نامه عمل ما به محضر امام میرسه، عمل رو ارائه میکنن. از این بالاتر امام شاهد حین العمله. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. پیغمبر شاهده بر ائمه است، ائمه شاهده بر ما هستند، شاهدن، شاهد اسرار باطنی ما. این روایت باز در کافی است. حضرت فرمودن که یمسون الثماده و یدعون النهر العظیم، اشاره کردن به عامه، فرمودن اینا آبهای بانده و گندیده برکه ها رو با اشتها میخورن، نهر عظیم رها کردن. خدای متعالی نهر عظیم قرار داده، همه اسرار و حقایق تو این نهر جاریه. از این نهر رها کردن اینو، رفتن سراغ آبهای مانده در برکه ها. واقعی نهر عظیم چیه؟ فهمود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله. و
واقعا همه حقایق و اسرار با وجود ایشون تو عالم جاری میشه. همه اسرار توحید، همه انبیا از این نهر خوردن، از این سرچشمه خوردن. بود هر چی انبیا داشتن یه جا این پیغمبر داره. بعد نکته اینه، خب ممکنه بگن آقا نه اینا که پیغمبر رو رها نکردن، حضرت توضیح دادن فرمودن بعد هر چی پیغمبر داشته منتقل شده به امیرالمومنین، اینا امیرالمومنین رو رها میکنن، یدعون النهر العظیم، حالا میافتن دنبال حسن بصری و کیو کی، چیزی دست کسی نیست، چیزی دست کسی نیست، دیگران چیزی ندارند. حتی انبیا اگه چیزی داشتن از ائمه میگرفتن، خیلی واضحه. و اون نبی اکرم در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن صلی الله علیه و آله و سلم. توحید رو از حضرت یاد گرفتن، اسرار توحید رو، بعد شدن معلم توحید. یدعون النهر العظیم، امیرالمومنین رها کردن دنبال این اون میرن. اینو باید باز در کافی است از امیرالمومنین علیه السلام. اول فهمودن نحن الاعراف، ما اعرافی، یه معنای اعراف اینه. اعراف چندین معنا داره که در سوره اعراف ازش صحبت شده. بعد فهمودن الذين لا يعرف الله عز وجل الا به سبيل معرفتنا، خدای متعال شناخته نمیشود الا از راه معرفت ما. اعراف یعنی کسی ما رو شناخت، خدا رو شناخت. من عرفكم فقد عرف الله. این زیارت در این عبارت در جامعه صغیر است از امام رضا علیه السلام، قبل از جامعه کبیر و محدث قمی نقلش کرد. کوتاه هم است، کسی نتونست جامعه کبیر رو بخونه اینو انشاءالله مداومت کن. البته مداومت در جامعه کبیر چیز دیگه است. من عرفکم فقط عرف الله، الذین لا یعرف الله عز و جل الله به سبیل معرفت. بعد حضرت فرمودن که ان الله جل و عز، خدای جل و عز اگر میخواست مستقیم خودشو معرفی میکرد، لو شعر لعرف العباده نفسه، ولی بر اساس حکمت خودش این کار رو نکرده. ولیکن جعلنا، چهار تا خصوصیت تو این حدیث حضرت فرمودن، سبیله و صراطه ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذي يؤتمن. ما ابواب توحیدیم، با ما باید وارد وادی توحید بشید. و ادخل الباب سجدن، باب توحید این دیگه امام. ما سبیلیم، ما صراطیم، ما وجهیم، و الوجه الذي يؤتمن. بعد حضرت این جمله رو گفتن، حدیث رو برای این خوندم. فلاسه، حالا که اینجوری شد که خدا ما رو این گونه قرار داده، ما رو اعراف قرار داده، فلا سوا اون من اعتصم به الناس ولا سوا، اونی که دیگران سراغشون میرن بهشون چنگ میزنن، بهشون میگن عالم، نمیدونم دنبالشون میرن، با اونی که شما دنبالشون میرید یکی نیست. حیث ذهب الناس الى عیون کدرت تفرق بعضها فی بعض، مردم رفتن به سراغ چشمه هایی که بله نمی جوشد، از این چشمه می ریزه تو یه ظرف، از این ظرف می ریزن تو اون ظرف، کدرم هست تو هر ظرفی می ریزی، رنگ نفسانیات خودشو بهش میده. این علم نیست که، این از اون یاد گرفته، شهوات خودشو قاتیش کرده، یه کتاب دیگه نوشته. باز اون شاگرد از استاد گرفته، اهواء نفسانی خودم قاتیش کرده، یه کتاب دیگه نوشته. کی اینو می فهمه؟ که این ظلمانی است، چیزی خبری هم نیست. آ میخونن دهنشون رو پرو خالی میکنن، کتاب فلان و کتاب فلان، همون عیونن کدره تفرق و بعضها، از این میرزه تو این، از این نفس به اون نفس، بعدم رنگ نفوس میگیره. این آخری انقدر الوان رنگ نفس اینو داره، اوستاشو داره، اوستاشو داره، هزار تا رنگ نفس توشه. الهیال قرض هم چیز دیگریست. علم امام که متصل به علم الهی است، بی منتهاست. فرمود کسی سراغ ما آمده، سراغ چشمه های آمده که به اذن پروردگار جاری است، لن قطاع لها ولا نفاد. حالا این نکته که نکته پایانی عرضم باشه دیگه، حالا طول کشید. تو این جهت فرقی بین امام صغیر و کبیر نیست. این روایت ذیل آیه سوره مبارکه مریم هست. خدای متعال راجع به یحیی، میدونید حضرت زکریا وقتی داستان سید الشهدا براش گفته شد و روزه سید الشهدا خونده شد،
به خدای متعال عرضه داشت یه فرزندی به من بده، جلیل القدر محبتشو تو دل من بینداز، این در راه تو به شدت شهید بشود با سختی ها، من یه درکی از مصیبت نبی اکرم و سید الشهدا پیدا بکنم، شریک بشم. خدای متعال یحیی رو بهش داد. ولم نجعل له من قبلو سمیا، همانند نداشت. در روایت دارد، در قرآن دارد، آتیناه الحکم سبیا، ما هنوز سبی بود به او حکم دادیم. حالا این حکم به نبوت معنا کردن، به حکمت معنا کردن. آتیناه الحکم سبیا، علی ابن اثبات نقل میکنه، میگه من مدینه بودم، خواستم برم مصر، محضر امام جواد رسیدم، حضرت 5 سالشون بود. این روایت رو عیاشی هم نقل کرده، تو کافی هم نقل کرده، با کمی تفاوت ولی پیداست یه روایت. میگه من میخواستم برم مصر، رفتم محضر امام جواد علیه السلام، 5 سالشون بود. شمائل و قد و بالای امام رو دقت میکردم که برم برام مردم مصر حکایت کنم، بگم امام جواد چه خصوصیات دارن، چون میدونید امام رضا علیه السلام تا اواخر سن فرزند خدا بهشون نداده بود و اینم یه مسئله ای شده بود، نگرانی شیعه و علما که بالاخره ائمه از نسل امام بعدل امامن طبق روایات ما، خیلی نگران شده بودن. خدای متعال امام جواد رو که عطا کرد، ما یه چشم روشنی بود، خیلی مسئله جدی شده بود. میگه من میخواستم برم، حضرت 5 سالشون بود، داشتم قد و بالای از تو سیر میکردم، به تعبیر خودم برم تصویر کنم، بگم امام بعدی همچین شخصیتی است. حضرت من فهموندن علی ابن اثبات، نشستن رو زمین فهموندن چی رو نگاه میکنه. حالا به تعبیر دیگه اگه میخوایی بگی برو اینو بگو، امام که این جسم نیست که، قدش امام است، چی قد و بالای منو سیر میکنی؟ حالا به تعبیر من میخوای بگی برو بگو همچین کسیه. امام تفاوتی نمیکنه. ببینید این نکته رو باز من کوتاه عرض بکنم، امتحان اصلی ما تو این عالم امتحان به امامه. اگر کسی تونست خاک پای امام بشه، پیرو به امام بشه، پیرو پی امام برود، دلش، فکرش، قلبش، قواش پیرو بشه، من تبعنی بشه، این به مقصد میرسه. غیر این راه دیگه هم وجود نداره. بازی خیلی تو عالم هست، دنبال دنیا رفتن که الوانه، هیچی. اونایی که دنبال خدا هم میخوان برن، شیطنت تو این بساط هست. یه راه بیشتر نیست، امام، همین یک کلمه هست، غیر این اصلا نیست. همه امتحان ما امتحان به امامه، همین امتحانه که توش ابلیس رفوزه شده با 6000 سال عبادت، دور کرد نماز 4000 سال. همین امتحانه که صحابه‌ای که شمشیر زده بودن کنار حضرت توش رفوزه شدن، همین امتحانه. خدای متعال اون حقیقت و سر امامتو که الان بعضیشو عرض کردم که اینا هم نیست، فوق ایناست، این آورده تو قامت بشر. بعد میگه حالا دنبالش باید برید، سایه به سایه‌اش حرکت کنید، حرفش حرف منه، خیلی مهمه. همینطوری که از من حق کمترین تخلف ندارید، از او حق تخلف ندارید. این امتحانه. اگر کسی این تواضع رو کرد، مثل سجده ملائکه، وقت پرده میره کنار، باطن امامو بهش نشون میدن، میفهمه ای بابا این که من خیال میکردم اینه، این یه چیز دیگری است. میبینه همه کائنات پر از نور امام باد و که به خلقش، اونا عبدن تو خدا، فرق دیگه ای نیست. اینه که یعرفو که بها من عرفک. این امام فرقی نمیکنه طفل باشه یا بزرگ، ما رو امتحان میکنن. جامعه مؤمنین و شیعه تو این امتحان پیروز شدن، سلمان پیروز شده، ابوذر پیروز شده، مقداد پیروز شده. امتحانام خیلی سخت بوده ها، خیلی امتحان سخت بوده و اینا پیروز شدن. بعد آرام آرام حضرت اصحابی درست کردن، هر کدوم از ائمه، میرسه به امام صادق، تک تک ائمه. حضرت فرمود، در رجال کشتی نقل کرده، امام صادق فرمود از بین احیا و اموات من کسی از اصحاب رو به اندازه این 4 نفر دوست ندارم. زرار محمد ابن مسلم، عرض کنم ظاهرم برید هست، و مؤمن الطاق، ازش تعبیر به احول میشه. تربیت کردن
رسید به امام جواد، خدای متعال میخواد یه امتحانی از جامعه شیعه بگیره که بلوغ در درک امام پیدا بشه، چون همه چی در معرفت الامامه. جامعه شیعه رو با علمای بزرگی که تو اون دوران داشته، میدونید بعد امام صادق اکثر علم دنیای اسلام مال امام صادق و شاگرداشه. وقت تو جامعه شیعه از صحابی بزرگ بزرگ امام جواد خردسال خدا فرستاده، میگه حالا این امامه. و شیعه هم الحمدلله تو این امتحان موفق شد. بعد امام جواد ما انشعاب جدی نداریم، یعنی خوب امتحان پسید. این روایت رو همه تون شنیده اید و دیدید. علی ابن جعفر فرزند امام صادقه، یعنی برادر امام کاظم علیه السلام، عموی امام رضاست، درسته؟ علاوه بر این عالم هم هست، از اصحاب امام صادق بوده، امام موسی بن جعفر امام رضا رو درک کرده، شاگردی کرده، خیلی هم روایات در ابواب مختلف داره. بعضی از صحابه تو یه باب مثلا شاگردن، پیداستشون اینجوری نیست، تو ابواب مختلف نقل حدیث کرده. تو مسجد النبی نشسته، حلقه شاگرداشن دورش داره درس میگه. امام جواد به حسب ظاهر خردسال وارد مجلس شدن، از جا پا شد، رفت به استقبال، خم شد، حالا جزئیاتش به نظرم، دست حضرت رو بوسید. مهم اینه با تحت الحنک امامش قبار نعلین امام جواد رو پاک میکرد. گفتن آقا این شما عموی پدر ایشون هستید، این کارا چیه میکنی؟ فرمود خدای متعال محاسن سپید منو لایق امامت ندانسته، این آقازاده رو لایق امامت دانسته. امامت اینه، همه ی امتحان هم همینه. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده خودمون آماده کنیم. هر که تونست در مقابل امام تواضع کند، التجا کنه، التماس کنه، این به اندازه تواضعش پرده میره کنار، حقیقت امام رو بهش نشون میدن. حقیقت امام نشون داد، دید به توحید میرسه. من عرفکم فقط عرف الله، یعرفک بها من عرفک، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلق.